سيما النور على النور في تخياء الديجور والإمام المنصور مهدي هذه الأمة وخاتم الأئمة إمام زماننا الحجة بن الحسن العسكري أجل الله تعالى فرجه الشريف ولعنة الله على من لم يقر بولايته أو عد نفسه في إضاءاته أو قاس غيرهم بهم أبد العابدين والدهر الظاهرين اللهم كل وليك على حجة ابن گفتی که بی یوسف نبی آییم کنعان آن یوسف در چاه را با خود نیاوردی چرا چشمان از فراقش کور گشته ای محمد روشن‌تر مصباح را با خود نیاوردی چرا شب‌های روزه روزخانش دیر کردم یا حجت الله آقا جان شبهای روزه آمدن ما روزخانش دیر کردم مداح
هدیه به صاحب مقدس آقا حجت ابن الحسن اللهم له الفداء و عرض تسلیت مصیبت عزمای سید الکونین آقا عبدالله الحسین علیه السلام صلوات اهدا بفرمایید. مثلا این سال که ماه روزه تیر شد،
یک بنده خدا دو روز مثال میزن دو روز روزش قضا شد، یا در سفر بود یا مریض بود یا مشکل داشت روزه گرفته نتونست، این باید پیش از این ماه مبارک رمضان از سال آینده بیایه باید قضای روزه خورن بگرن. اگر قضای روزه و گردنش بود و ماه روزه اما ماه مبارک رمضان سال دیگه اما این قضای روزه نگرفت در گردنش فدیه میده، کفاره نه فدیه، کفاره برای اون کسیه که روزه از قصد خودن اون کفاره ده. اما کسی که کوتاهی که در قضای روزه فکر گرفته سال دیگه ماه روزه اگر ماند باید علاوه بر اینکه قضایش در گردنش هسته و هر وقت باید بگره هم کفاره شد لیکن به عنوان جرمانه فدیه میده. فدیه مطابق فتوای مراجع میگه که از یک ماه قضای روزه اگر کس گرفته نتونست سال دیگه هم باید بشه فدیهش میشه 23 کیلو چند گرام مثلا 24 کیلو یک چند گرام بیشتر داشته باشه 24 کیلو طعام 24 کیلو آرد پیسه هم بده نمیتونه فدیه روزه رو کس پیسهش دیگه نشتنه به خود ما فدیه روزه بگردن میدن پیسهش یک برایش رو بیدیم نه طعام باید آرد بیدی که بخوادی خود کردن یا تندور والا رو پیسهش بیدی که اسلام نان غریب بیدیم. خب انشاءالله که متعال همه از رو شمورن با مسائل دینی و احکام شرعی باشنا بگردانه انشاءالله. اما یک روایتی از وجود مقدس عاص بن شهدا علیه السلام این در خروج من المکه خدمت شما بگیم که این روایت را عاص بن شهدا علیه السلام در وقتی که از مکه طرف کربلا تشریف می‌برد این روایت را خواند این خطبه را خوانده است. یک گوشه ای از جلسه ما خدمت شما از خطبه آقا سید مشهدا خیلی طولانیه ها اگر خدا توفیق بده این خطبه را شما بخوانید خیلی درس داره. مثلا این باب نمونه ها بگیم دیگه در یک گوشه ای از خطبه اش با سید مشهدا علیه السلام مستقیم خطاب به علما میکنه خطابش علمای میگه که شماها کسانی هستید گوشش میگه که در وقتی که حرف از شهرت باشد حرف از فایده باشد حرف از اصطلاح قدرت باشد شما در صف اول در صف اول مرگون میت حاضر میشید خطاب به علمای اون زمان بوده الان هم از علما زیاد است. خب اما در روز مبادا در روز سختی در روزی که دین در خطر است در روز مبادا شما در صف آخر هم دیده نمیشید در وقت قدرت و شهرت و به اصطلاح ثروت و چیزا در صف اول در روز سختی در صف آخر هم دیده کاش در صف آخر باشید. خب در همین خطبه حضرت یک جایش میفرماید که بسم الله الرحمن الرحیم و ما شاء الله ولا قوة الا بالله و صلی الله علی رسوله خط الموت علی ولد آدم و خط القلادت علی جید الفتا. حضرت بفرماید که مرگ برای بنی آدم مثل یک گردن بندی است به گردن دختران جوان دخترهای جوان به صدا یکی از اسباب زینتش یکی از وسایل زینتی شید یکی به گردنش گردن بند به صدا یک چی میگه جوان؟ آل گردن میگه که چیزی گردن بگه اما خواست که سونه باشه که در ها زیاد شده رو به چیزا خب چیزا اسباب زینتی زنی دوست دارم اسلام مخالفت با زینت زن نداره خوبه یکی از اتفاقا اسلام میگه یکی از اوصاف
چیزها رو که دوست داشته باشه، شوق داشته باشه، به اصطلاح لفظ عامیانه از ما شما جنگر باشه، این خاصیت زیر زن هست. یعنی او زنی که جنگر نیه، او زن نیه. برای من برعکس، اگر مرد به جنگر نباشه زیاد تمایی کن میدانه، زن هرچی که به اصطلاح جنگر خوبه، این خاصیت زیر. بعد حضرت می فرماید که مرگ برای بنی آدم مثل همون گردن بنده، همیشه همراهش هست، بخواهی نخواهی هست. شما بشناسید کسی که میگه ما مرگ را به اصطلاح مرگ ندارم، طوری نیست. حتما یک روزی یک صباحی شطور مرگ در خانه همه من و شما آمدنی هست. حالا اون قول حضرت نوح هم داشته باشه، نوح با اون مقام با اون عظمتش با اون عمر طولانی که دارد، بازم آخرش اجل آمد دیگه، سراغش شطور مرگ آمد در خانهش. نظام حضرت می فرماید که این مرگ مثل گردن بند دختران جوان هم آدم، و باید از این دنیا روزی آدم برود، رفتنی از این دنیا، ماندنی بر این دنیا نیست. اما خوشا و حال اون کسی که حیاتش را در دنیا و مرگش را مطابق رضای خدا و خدمتی در خانه اهل بیت کنید. چه خوبه که مرگ آدم در خانه اهل بیت میشه، چه خوبه که مردن آدم در حرم اهل بیت باشه، چه خوبه که مرگ آدم در مجلس روزه اهل بیت باشه، این سعادت است. چه خوبه که شهادت آدم در راه امام باشه. مرگ که هست ولی خوبیش اونجایه که در راه خدا و در راه اهل بیت باشه. یک روایت مرحوم علامه مجلسی رحمت الله علیه در جلد 72 بهار تشبیه کرده دنیا را به یک طوفان، طوفان بسیار سخت، طوفان همین باد و بارش و همین چیزا میکنه. اون سال یک سال یا چون من نفتیدم سال بود که بسیار سیر و سیر بارش کرده شده، تمام به اصطلاح جاها را خراب کرد، خانه های مردم خراب کرد، جایدار و باغ و کشت و کار مردم خراب کرد. او رو میگه طوفان، از اون طوفان هم شدیدتر در روایت میگه. میگه این دنیا مثل یک طوفان است، طوفان ویرانگر که همه جا رو خراب کنه. این دنیا مثل یک طوفان است و این دنیای پر از طوفان یک کشتی نجات داره. عجیبه این روایت. میگه این دنیای پر از طوفان یک کشتی نجات دارد، اون کشتی نجات هم کی هست؟ اون کشتی نجات محمد و آل محمد است. زندگی که در کار هست چند سبای شما زندگی الحمدلله خدا برای همه شما، برای مادر و خواهرای که در مجلس اعضا شرکت کنند، خدا برای همه شما عمر طولانی و با عزت و برکت عطا کنه ان شاء الله. خب خوبه دیگه که این حیات مرگ آدم خرج راه اهل بیت شمید. ما بعضی وقتا بعد جوانان میگم و عزیزایی که مجلس را حیلت اونا سفارش کردم بگم که تا وقتی که توان داره، تا وقتی که الحمدلله دست و پایت سالم، توان کار کردن داره، توان خدمت داره، از در خانه اهل بیت دریغ نداره. خدمت خدمت میتونی چای بدی، میتونی نظری بدی، میتونی کفشای عزادارای حسین بزرگ دیگه کار نمیتونی، چراغ مجلس روزه اهل بیت را روشن بشه دیگه کار نمیتونی، مثلا
یک گلاس آب دست عزادار اهل بیت بده، خدمت مختلف به هر طریقی که به خودت میتوانی خدمت ما تا وقتی توان داری، وقتی که خدای نکرده از دست و پا افتادی که دیگه در مجلس قضا آمدن نتوانستی، که دیگه خدمت نتوانستی، او وقتا دیگه حسرت و زلت نمید. ازام این جواد و عمرت را خرج اهل بیت بود که سعادت مند میشه. هر کس در خانه اهل بیت خدمت کنه و عمرش را خرج کنه سعادت مند میشه. ازام این فهمیده امام که میگم مرد مثل یک گردنبند است، اما هوشدار، او کسی هست سعادت من و کسی هست که در خانه اهل بیت بیاید. شما تاریخ میخواهید فیزه خایمه از کجا آمد؟ از اهل بیت که نیست، از بنی هاشم که نیست. قنبر غلام امیر المؤمنین تاریخ نوشته میگه اینا از هند دیدی زمان از هند آمده بود در خانه اهل بیت، یکی شد کنیزی در خانه اهل بیت، خادمه در خانه اهل بیت، یکی شد غلام در خانه اهل بیت، هر دوش با مقامات هم نسید. هر چقدر در خانه اهل بیت خدمت کردی خداوند و مقامت را عزتت را زیاد زیاد، هر چقدر از در خانه اهل بیت دور شدی ذلیل شدی، نزد مردم بی آبرو شدی، نزد مردم بی عزت شدی. حالا پول پیسه دنیا را جمع کنه، پول دنیا، ثروت دنیا که برای آدم عزت نمی آورد. عزت اصلی، عزت ابدی خدمت در خانه اهل بیت. خوشا به حال اون کسانی که موهای سرش در خانه اهل بیت سفید شده، خوشا به حال اون کسایی که در خانه اهل بیت پیر شده، جوانیش به پیری رسیده، خوشا به حال اون عزیزایی که از کودکی در خانه اهل بیت بزرگ شده و جوان شدن. الحمدلله خدای توفیق را برای ما داده، این سعادت را نصیب ما کرده که از همون کودکی در خانه اهل بیت بزرگ شدیم، سر سفره اهل بیت بزرگ شدیم تا که پیری. باور نداری و بعض وقتا از بچه ها باور نداری خانه گرفتی از مادر سوال از هم روز که به دنیا آمدی میگه با تربت مادیزه کامش را شیرین میشه، دهانش را شیرین میشه، میگه یا میگه یا میگه. اون روزی هم که از دنیا میرون اینا لله و اینا الیه راجعون، میان خانه قبر که میگذارن سفارش دستورن، میگه یک مقدار از تربت کربلا روی صورتش بریزید. خوشا به حال اون کسی که حیات مرگش، زندگی و مرگش در خانه اهل بیت جون غلام سیاه عبدالله معروف هم، اگرچه در خانه اهل بیت سیاه و سفید فرق ندارد، مرکز هر شد خیر و جوان فرق ندارد، امیر و غریب فرق ندارد. در خانه اهل بیت هر که بیاید امیر، در خانه اهل بیت علیه السلام هر که بیاید عزیز است. دیگه استعداد سفید و سیاه و پیر و جوان هم ندارند. جون یک کسی هست که به استعداد چهرش سیاه است، از نوبه آفریقا هست، از افریقای بکنه، اما میاید در خانه اهل بیت خدمت میکنه، میشه غلام سیاه. و تاریخ نوشته میگه روز عاشورا در رکاب امام حسین شهید شد، آخر الامر سرش در دامن حسین به شهید رسید. عزتمند زندگی کرد، عزتمند از دنیا رفت و اون مقام عالیه رسید است که آلی که از افریقا زایر آمد فخر افتخار مونه که از ما قومم یک نفر بوده که امام حسین رو یاری کرده.
اینم عزیزان من، یا یک شخص شما اسلم، اسلم کیم؟ ترک تبار از آذربایجان امروزی اسرائیل با پدرش به زیارت حج رفت. تاریخ نمیشته میگه در مسیر حج یک دفعه با سید شهدا علیه السلام روبروی میشه، سلام نه احترام نه یک چند سوال صحبت حضرت میگه که ما طرف کربلا حرکت میکنیم، از پدرش اجازه میگیره، با پدرش خداحافظی میکنه، حجش را رها میکنه، اما ما بودیم شدی کار نمیکردیم، ما بودیم و میگفتم باش اول حج کن، حج کن برو بار مردم حاجی بگه یک چمه ولی مکن مکن فخر فروشی کن شکن ثروت و جایداد خود به روخ مردم بکشون، مردم بار بگه خدا حج را قبول کنه، زیارت قبول بشه، بگم دولی میم بایم بعد از یا بشون بایم نه حج رو رها کرد. حج مهمتر از دفاع از امام زمان که نیست دیگه، با سید الشهدا راهی شد طرف کربلا و روز عاشورا جزء شهدای بارانقاب کربلا شد. همین اصلا جزء کسانی هست که امام وقتی به نماز ایستاده بود اقامه نماز کرد خودش رو سپر کرد، چون در وقت نمازم بعضی از یاران سید الشهدا به شهادت رسید، از کسانی که در وقت نماز حضرت خودش را سپر امام زمانش کرد اصلا این طور تبار باشه هیچ شد. تاریخ پر است از این آدم ها. دیگه جای نه جای کربلا ایام اربعین، ایام اربعین هم نه دیگه، وقت هر وقت از زیارت امام حسین علیه السلام از تمام عالم میآید به زیارت از هر جا کسایی هست که از چند ملک سفر کرده، از این ملک به اون ملک، از اون ملک به اون ملک سفر کرده تا به کربلا رسیده. سوال کنی امیرم نیم استدا تندور ولی چند شفت کار کرده، کارگرم پولایش جمع کرده آمده به زیارت امام حسین علیه السلام. این رو میگه زندگی حسینی، این رو میگه زندگی سعادت من و آمدان من ازا خدای متعال مفرماید بحث شبهای ماه محرم ما تا هنوز همین بودن که خدای متعال مفرماید و من یعنی سعید الله فقد هدیه الى صراط مستقیم، خدا برای هدایتش راه رو باز کرده، راه رو نشان داشته رو باز کرده. عزیز این بیشتر دیگه چکار میکنه؟ چطور به آدم نشان بده؟ صراط الحسین بزن تو که از خواب غفلت بیدار نشوی، تو که این همه شور حسینی رو به چشمت میبینی باور نکنی، دنبال هدایت نیستی. اگه دنبال هدایت باشی که همه عالم عزادار حسین بیا، خودت رو به این کشتی هدایت برسان. قرار نیست هر کسی رو از دستش بگیری بیاری به مجلس عزا، نه، او قدمی که تو در مجلس عزا سید الشهدا علیه السلام نیاره او قدم به درد نمیخوره. خدا رحمت کنه مرحوم شیخ کافی چشمی که امام زمان رو نبینه کور باشه بهتره، قدمی که در مجلس عزای حسین نیاید، در ماتم حسین نیاید، در جلوس عزاداری سید الشهدا نیاید، بره در خانه بشینه خاک به سر صاحبش، حسرت خدا روز قیامت حسرت فرصت نیست که من این روایت رو باز کنم برای شما توضیح بدم. این هم قیاس الحسین روز قیامت میامد منادی ندا میده این الحسینیون، محبان حسین کجاست؟ اونایی که در اقیام برای حسین گریه کرده، اونایی که در مجلس اعضای حسین، اونایی که به زیارت سید شهدا علیه السلام، این هم قیاس الحسین.
بهشت منتظر شماست. هیچ بهشتی را این خطاب نمی کنه که بگه بیا بهشت منتظر توست. قداس حسین که انشاءالله ما از او جمع باشیم میگه دم دروازه جنت الفردوس از باب حسین وارد می شود، دم دروازه بهشت نیست، یک قدم قدم بهشت نمی کنه. ندام می دهم که چرا وارد بهشت نمی شود، بهشت منتظر شماست. میگه خدای ما در دنیا به عشق حسین رفتیم، عزاداری کردیم، گریه کردیم، به سر عزت زدیم، حالا تا حسین را نبینیم به بهشت نمیخیم. اینه که شاعر یک شعر داره، در آخر شعرش میگن بهشتی به حسین برایم جهنم است. بهشتی که حسین باشه بهشت من چی کنم؟ زندگی که در زندگی حسین نباشه زندگی خاک بسرش. اینه اینه نگو 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 من روزه زیاد رفتیم بس نگذ وزی اینطوری اینطوری آن فلانه روزه خانه آن روزه های زما زیاد چیلی با چیلی با چیلی نه 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 یکی از راه های فیلی به شیطان همین هم فلانه حالی نی حالی نی که سواز نداره قبضه دویش مایش میشه فلانی حالی از چهار سال میشه تا تایم این برای شیش دو شیش دو آن خبر نمو چیز رو بگرد یک قسم روزه رفت دادم یک قسم مایش کسی یک قسم علم یک دن علم به این بسه دیگه چهار دن پنج دن علم دن خانیخ مهنیخ دیدی بعضی هم شک و شبه به دل آدم میاندازن خودش حسینی نیست خودش به خدا شرمانده گفتی مرمان خودش از در رحمت خدا رانده شده ولی میخواید دیگران هم سیاهی لشکر خودش بگوزی شده دیگران هم من زیارت پار سال رفته بودیم پس دیگه اینقدر زیارت آن نظر پس دیگه یه دفعه نظر کردی یک روز مجلس گرفتی کافی هم دیدی بعضی اینطوری نه نه برای سید الشهدا علیه السلام از لفظ کل آمده لفظ کل یوم عاشورا و کل از کفر همیشه فقط مخصوص محرم سفر هم نیست همیشه ده شب ماه محرم آمده دیگه احسان که نکردی نکردی بیا نه حرمتش را حفظ میکنم بعضی هم بعضی هم ماه محرم میاید برایش مثل ماهای دیگر مثل روزای این هیچ فرقی نکردی اما تو خوشحاله فقط فرقش هم یه که کالای از این پیش کالای این کالای مهمانی میبوشید حال کالای شما سیاه شده رنگ فقط چیم شده دیگه دیگه کردار و رفتارش یه چیز بشه اما خنده و مذاق و مسخره کردن دیگران که از این پیش به خالی هم اصلا اما نگاه به نامحرم و گفته مردم چیشم پارگی قدیمیش الان هم هست تا که بابا مای محرم و حرمت ازای سید شهدا را حفظ نمی کنی اسلام قاعده و قانون برای ما گفته آداب گفته تو که به قاعده و قانون و آداب اسلامی هیچ رعایت نمی کنی تاریخ کربلا را که ورق بزنیم همین روزا همین روزا کار به جای رسیده که لشکری های ابن زیاد بلوز خانه به خانه می رود که کسی نمزده باشد که حتی تا صبح روز عاشورا لشکر به کربلا آمده دیگه شما حساب کنید کسانی هست در تاریخ نقل کنند میگن جاسوس های ابن زیاد خبر آوردن که فلانی محله یک جوان جمعجو نرفته مأموران رای کردن پلیس هم رای خور تاریخ نوشته میگه یک شخصی هست که وقت مأمور آمده دیگر رای فرار نداره میره پشت بام از دنبالش میادش میادش با آخر نقطه به اصطلاح بلندی میره بعد قدیمی ها خانه هایشی تو یک چیز داشته به اصطلاح دودکش به اصطلاح قدیمه دیگه
اونجا رفته دیده که اینجا هم دست دشمن بهش میرسه میگه خنجرش رو کشیده همونجا و خنجر به قلبش زده یک دفعه به یک بارگی تصمیم میگیرم که به جنگ با حسین نرود شرکت نکنه سیاهی لشکری به جنگ مگر نشه این طور آدم ها هم بوده او طور آدم ها هم بوده که خودش رو به دریا انداخت خونگر میشونه اما به لشکرش سپاه عمر سر نرسد اما تاریخ نمیشه من از تاریخ من شما بگم او طرف قضیه را ابراهیم فرزند مالک اشتر رحمت الله علیه به دستور مختار ثقفی میگه شش نفر از کسانی را که تاریخ نویس بودند یادداشت میکردند اینا را دستگیر کردند اینا همون کسایی بوده که هر کس که میرفته به جنگ میامده پیش از اینا به اصطلاح یک آمار میداده یک انجریو میداده کیم فرزند کیم از کدام قوم و قبیله چی داره بعضی هایش اصل داره سپر جنگی داره نیزه و شمشیر داره تیر و کمان داره اونایی که اسباب جنگی داره اونا این آم جایزش زیادتر گفته از مون تنخواهش زیاد اونایی که دیزی خالی هم داره با پای پیاده هم داره نه اسب داره نه شمشیر داره اونا تنخواهش کمتر کمتر در همون تاریخ اینطوری نمیشتر میگه یک شخصی هست ازش سوال میکنن میگه تو چطور رفتی به کربلا چی داد به تو میگه برای من یک ریسمان به اصطلاح الاغ بود که الاغ کچی بسته چه بسته یک کسی دیگه رفته به جنگ کربلا برایش یک پالان الاغ داد پالان الاغ به یک شخص دیگر در تاریخ نقل شده میگه یک میخ سوم اسبش سوس بوده اما میخ سوم اسبش را منخم کردن بعد میگه گفته تو برو کربلا از کربلا که مانه برای تو یک چیز میدی او اینا میرو پاداش میدی بعد از سوال میکنه داده میگه نه روز نه این تو آدم ها دین فروشی تا چی اندازن دین خود را به یک پالان گلاف ایمان خود را به یک گردن به یک رسی به اصطلاح گردن الاغ دادن که گردن الاغ به درده جا ایتون آدم هم بودن همین شش نفر را میگن دستگیر کردن تمام آمار و ارقام کسایی که در جنگ با حسین علی علیه السلام رفته بود تمام آمارش میگرفت فلانی 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 تمام را دستگیر کردن تمام را به جزای اعمالش میرسانند بعد آخرین روزای آخر میگن لستایش که تمام شد که دیگر نفر نمانده بود این شش نفر هم بیمشن چون این هم جوزی نفرهای بسیاده دیگر سیاهی تشکری بسیاده توی هم هست یا داستانی که وقت گذشته همین داستان رو نفر کنم دیگر تمام ببخشید داستان عمر سعد من اون خودش معرفت داره نسبت به بنی هاشم یک پیوند رشته‌داری هم دارن اسرائیل ازدواج یک خشاوندی هم دارن قوم خش هم هست پیرم یک هفتاد هشتاد ساله هم تاریخ اگر اشتباه نکنم در کتاب تاریخ ابوالفرج ابوالفرج اصفهانی در مقاتل و طالبین نوشته میگه این بی‌حیایی ملعون 36 ساله بوده جوان دیگه مانه دیگه وقتی در کربلا رفته 36 ساله بوده اوج ذلت را ببینید که در کربلا وقتی میآید امام حسین علیه السلام در چندین نوبت عمر سعد را از کردارش آگاه کنه که تو در او چیکار میکنی تو که مرا میشناسی پدر و مادرم رو میشناسی تو چرا میخوایی با خوشتن من با خوشتن اصحاب یاران من به حکومت ری برسی حضرت میفرماید
تو یک دانه گندم رای هم نصیب تو نمیشه، یک دانه گندم که میلاو نمیشه، نه رو نکو این کار کنی کار کنی. بعد خدر خسی و قلب و ملعون و به اصطلاح فریب ورده یا تمعی و دنیا چشمش رو کور کردن که امام رو مسخره میکنه، میگه اگر گندم رای نرسید ما به جوش هم قناعت میکنه، جوش هم ما هستم قایم بودیم. آخر به کجا رسید؟ داستانش رو بخواهیم آخر میگه، آخرش کارش به جای رسید که ابن زیاد گفت نامه هایی که برای که به کربلا رسیده بود اون نامه ها رو پس بگیرد، هر روز نامه میام از همین امروزی که اینا رسیدم به کربلا هر روز مسلسل رابطه از طریق نامه بوده دیگه قدیم نامه ها هر روز صبح و شب میرسن اینی کار رو نیم اینی کار رو نیم صبح دستان در یکی دم غروب آب را آرخیام سید و شهدا علیه السلام ببندید این میاد تمام شید سبوت پیشی پیشی عزیمت تمام نامه ها حتی در نامه ها هستن میگن قطع ارجل عیدی و رأس دستور میگه هر کسی که با حسین ابن علی آمده دستش پایش و سرهایش را باید قطع کنند و سرهایش را برای نمونه برای ثبوت باید بیاره در کوفه و شام که از این ببینه اینی نامه ها را از شواکس میخواهد این نامه ها را واپس بعد میگه این نامه ها را اگر ما تو واپس بدیم پیرزن های کوفی و شامی بودن قاتل حسین ابن علی ما بودم که از پیش همی کشان کنیم این نامه ها بیم که ثبوت باشه که ما در شام برم چون تمام از این نامه هایی که به عمر سعد مزمون رسیدن تمام شما مهر یزید ما رفتم در شام این نامه ها را در یزید نشان میدم بگیم که تو هر چی که دستور داده بودی ما اون کار رو کنیم ازا در شام وقتی میرسد در قصر یزید این نامه ها را به اصطلاح بله تخت یزید که میله یزید این نامه ها را که میگر نه این نامه ها را میاندازه مگه ما نمیشتم این نامه ها از ما نیست و کهی دستوی دستوی کارا را انجام میده بعد که ما را به اصطلاح اجازت نامه حکومت ری را بده تصریح نامه حکومت ری را بده که ما برون در ری حکومت کنون که ری اون زمان نوشته میگه 28 شهر داشته اینقدر جای بزرگی بوده 28 شهر 28 شهر حساب بگم یک شهر دو شهر چند کلام یک کس که وارزان کوی چند کلام قدرت دیگر دیگر او 28 شهر زیر فرمان حکومت چی بود چی زای زیر مریمون این کار میکنن نمیده نمیده آخرش کار نجده هست دیدی تمه این دنیا آدم رو زنید ازا آقا سید و شهدا علیه السلام میفرماید که مرد مثل یک گردنبند دست به گردن آدمی همیشه ازا این مرد رو نباید فراموش کنید سعادتمند او کسی که مرگ و زندگیش را در راه رضای خدا خرج کنند چند روز که زندگی در راه رضای خدا خرج کنند در راه خدمت اهل بیت علیه السلام خرج کنند روزی هم که از دنیا رفتی سعادتمند از دنیا بیروی در روایت هست خدا رحمت کنند اون عالم جلیل القدر میگفت گفت وقتی از دنیا رفته بود شاگردانش یک شاگردش هم نه چند نفر شاگردانش خواب دیده و دوستانش برمش خیلی آقای بزرگ مرحوم مرعشی نجفی که هر کلاسش را با روزه ای روزه ما محسنی شده میشد هر کلاس هر جلسه کلاسش را با گریه و با روزه ما محسنی شده آخر میگه شاگردانش خوابش بینه که استادش وقتی از دنیا رفته ملک الموت می آید از او یک حساب نمی گیرد هیچ سوال نمی کنه بعد می پرسن که چرا نمی آیی سوال نمی کنه میگه به ما دستور دادند
هر کس علی حسین دیده از شما شکایت کنه. حتی موت جرأت نداره از محب و عزادار و گریه‌کن و زائر و عاشق حسین سوال سوال دیگه چیه؟ چرا پریشان؟ دنیا و آخرت از این حسین زمانت کنند. کیه در دنیا که دنیا و آخرت آدم و زمانت منه هست؟ میان قبر نگویم حسین گریه کنه. خوشم خوش این زندگی با حسین بودن خواهد خوبم صلی الله علیکم یا اهل بیت النبوة السلام علیک میخوانم. السلام علیکم.
شب عاشورا تا ابو عبدالله گفت فردا همه شما شهید میشوید. بلند شد از جا نوجوان از این آقا، دست بلند کرد فرمود امو جان آیا انا فی من یقتل، آیا فردا منم کشته میشوم یا نه؟ عاشق جنگیدن بودن، عاشق شهادت بودن. خدا به حق حضرت قاسم بچه ها و جوانای ما را ام حسینی تربیت کند. حسینی زنده نگه دارد شانشا. ابا عبدالله فرمود مرد در نظر تو چطوره؟ کیف الموت اندر؟ میدانی چطور جواب داد؟ فرمود احلا من الاسد، از اصل شیرین دارد. فرمود بله قاسم تو هم فردا شهید میشوی. خوشحال شد رفت میان خیمه، به مادرش خبر خوش داشت، مادر فردا میروند و شهید میشوند. این است هر که در خانه حسین بیاید درس وفاداری یاد میگیرد. یا الله روز عاشورا شد، اولین کسی از بنی هاشم که شهید شد علی اکبر بود. جانم به قربان شهادت علی اکبر را که حضرت قاسم دید پیش چشمش خیلی دلش غریب شد. آمد پیش عمویش حسین، عمو جان اجازه بده من بروم، دیگه طاقت ندارم، علی اکبر رفت شهید شد. اجازه نداد. آمد پیش مادرش، ببین نجمه خاتون، مادر جان تو رو برام اجازه بگیر. فرمود نه عزیز مادر، من کنیز امه های تو هم. برو امه جان از زینب رو بگو، امه زینب برات اجازه بگیر. حبیبی زینب آمد برای حضرت قاسم اجازه بگیرم، اما عبدالله اجازه نداد. امر امام واجب است که طاعت کنم. دیگر نمیشتن حضرت قاسم خیلی دل شکسته شد، رفت پشت خیمه ها، سرش را روی زانو گذاشت، شروع به گریه کردن. یک وقت به یادش آمد که بابایش امام حسن مشتبه یک بازوبند داده بودن. فرمود پسرم قاسم، هر وقت خیلی دلت را حرمت گرفتی بازوبند رو باز کن، عمل کن. بازوبند رو باز کرد، دید دست خط بابایش امام حسن مشتبه است. نمیشته قاسم روز عاشورا من زنده نیستم، تو به جای من از عمویت حسین دفاع کن، مبادا دست از عمو برداری. میگه خوشحال شد، دست خط بابا را بوسید، آمد نزد عمو، داد به دست عمو جانش حسین. باز کرد عشق چشمای ابا عبدالله جاری شد، با یاد خربت برادرش امام حسن گریه کرد. قاسم را اجازه داد، قاسم آماده رفتن میدان شد. دیگه وقت گذشته از اینجا بگم، آمد مقابل لشکر دشمن، عجب خطبه خواند. اینی انا القاسم من نسل علی، خودش رو معرفی کرد، مقتل خوارزمی، مقتل شیعه نیست، مقتل دیگران است. مقتل خوارزمی نوشته، میگه 35 نفر را حضرت قاسم
ابتدای جهنم به جهنم فرستاد، هر کلی آمد میزد و به جهنم وصل میگرد. هر کس آخ میگن عمر سعد ملعون دید آبروی لشکرش میرود، این بچه نوجوان هر که بیاید با قابلش جنگ کرده نمیتواند، طاقت نمیارد. میدانی چی کار کرد؟ دستور داد حمله عمومی از هر طرف به قاسم ابن الحسن حمله کنه. اول قاسم رو تیر باران کردن، سنگ باران کردن، آمدن نیزه باران کردن. قاسم ابن الحسن رو کرد سمت خیمه ها، سلام داد به ابا عبدالله، میگن شمشیر به فرد سر حضرت قاسم اصابت کرده بود. ابی عبدالله آمد دید قاسم روی زمین افتاده، پاهایش را روی زمین میکشد، آمد سر قاسم را روی زانو گذاشت. آخ میمیرم، در بغل عمویش حسین جان داد، بدن قاسم آورد طرف خیمه ها، کنار بدن علی اکبر گذار. راوی میگه اونقدر دلش به درد آمده بود حسین که قاسم را در بغلش گرفته بود، دلش نمیشد بدن قاسم را روی خاک میگذاره. آخ بمیرم، هیچ جای کربلا امام حسین دستور را ندارد، اما در شهادت قاسم بدانی چه دستور داد؟ فرمود امه های قاسم مادرش را خبر کند بیاید. امه ها و خواهرانش آمدن کنار بدن قاسم گریه کردن، عزاداری کردن. بفرما موانع ظهورش را رفع
برآورد.